در تاجیکستان کودکان در سطح قانونگذاری از امکانیت آموختن زبان عربی برای خواندن قرآن محروم می باشند. در این خصوص رئیس شعبه اتحادیه های دینی کمیته آید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حسین شاکیروف خبر داد. یکچند مسجدها برای تشکیل نمودن چنین کورس‌ها حجت‌های لازمه را پیشنهاد کردند، ولی طبق قانونگذاری تنها وزارت معارف و علم تاجیکستان حقوق دارد تا اینکه رسما برای تشکیل چنین کورس‌های تعلیمی اجازت دهد. تا حال با وضعیت‌های به ما نامعلوم یگان مسجد در کشور چنین اجازت رسمی را نگرفته است، ابراز نمود او، گویا از هیچ چیز بی‌خبر باشد. آخر او خوبتر می داند که برای چی مسجدها اجازت رسمی آید تعلیم دادن اسلام گرفته نمی توانند. یادرس می کنیم که سال 2010 با وطن برگرداندن عموی دانشجویان از دانشکده های دینی خارجه شروع گردیده بود. این عمل پس از بیانات پریزیدنت امام علی رحمان گویا مرکزهای اسلامی خصوصیت اکستریمیستی دارند با وقوع پیوست. با مراجعت میکنند که فرزندانتان را دعوت کرده برگردانند که اکثریتش و این مکتب های دینی نیست، اکستریمیست میشوند، تروریست میشوند، آینده دشمنان خائن ملت تاجیک میگردند. متاسفانه در اکثریت حالات نورسان از نظارت برآمده در نزد ملاها تعلیم نمیگیرند، بلکه به راه تروریسم و اکستریمیسم دینی پیوند خواهد شد، ابراز نموده بود امام علی رحمان. چطوری که کمیته آید به کارهای دین قید نموده بود، در آن زمان 3650 شهروند تاجیکستان بیرون از کشور تحصیلات دینی می گرفتند. از این شماره 3324 نفر باشد به وطن برگردانیده شدند. امروز در تاجیکستان همگی یک دانشکده اسلامی فعالیت می کند که در آن 1400 نفر تحصیلات می گیرند. در کشور رسمان فعالیت همه مدرسه ها منع کرده شدند. دو سال قبل از روی نبودن بنا برای تحصیلات گیمنازیای یگانه اسلامی در کشور بسته شد. غیر از این نه فقط نورسان بلکه کلانسالان اهالی نیز از تحصیلات دینی محرومند. یگان گرایش یا بیرون آمدن هر نمودی تحصیلات دینی که در زیر نظارت حکومت قرار نداشته باشد، اکستریمیستی به حساب می رود. از آن جمله تحصیلات با واسطه اینترنت نیز به این شامل می باشد. جالبی دقت است که حتی به امام خطیبان درباری نیز با واسطه اینترنت تعلیمات اسلامی گذراندن منع کرده شده است.